سلام دوستان، در خدمتون هستم برای فال چهارشنبه 6 بهمن. با هم ببینیم چه انرژی با همون همراهی میکنه دوستان. ولی قبل از هر چیزی مثل همیشه خوش آمد میگم به شما عزیزی که تازه عضو کانال شدین. دوستان خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان یاران که هستین، با کامنتاتون، با لایکاتون به من دلگرمی میدین. دوستان شما به زنده ماندن این کانال کمک میکنین. پس اگر تا حالا عضو این کانال نشدین، لطف کنین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین تا عضو این کانال بشین. از اینا توجه کنین، این روزا من کارم بسیار زیاد هست و وقتی اینکه بخوام فالوی بیشتری بذارم ندارم، ولی با همه این احوال تونستم فالهای احساسی بهمن رو براتون بذارم. امیدوارم که تونسته باشه نگاه کنین و خوشتون اومده باشه. خب دوستان، بریم ببینیم چه خبر هست در زندگانیمون، چه میگذرد. خب بریم شروع کنیم ببینیم چه انرژی با ما همراهی میکنه عزیزان دل. ای بابا نمیخواد کارت بپره. خب میپرونیمش. خب مثل که نمیخواد امشب کارتا بپرم. والا ما تمام شد، خدافظ. نه خب دوستان، آقای محترم شیطان اومد بالا. خب شیطان اومد اینجا نشسته. یک سری از عزیزان شاید وابستگی به شخصی، مسئله که ذهن منو درگیر کرده، ریسمانی که بین من و شخصی وجود داره که نمیتونم قطعش کنم، مسئله که در ذهن من هی داره میاد و میره، هی من وسوسه شدم به سمت شخصی، یا ترس من، یا خشم من، یا حال بد من. به هر حال شیطان میتونه این مسئله هم باشه که من به سمت مسئله بسیار گرایش دارم، گرایشی که شاید آنچنان به نفع من نباشه. خب ببینیم کارتای دیگه چه حرفی میزنن. البته شیطان حرف از لذت‌های دنیوی هم میزنه. ممکنه الان در حال حاضر هوا سرده، من خیلی دارم غذا میخورم، باور کنین، بعد یه چند کیلوی وزنم اضافه بشه. خب ببین چه خبر هست، کارتای دیگه چه حرفی بهمون میزنه. عجب، از دست این سرما که دست از خوردن بر نمیداریم. خب دوستان باز هم شیش زمین اومده. عزیزان توجه کنین که شاید شیطان در سر شما، دل شما رو هی به شما میگه که ببینین این جایی که تو هستی جات خوب نیستش، هی نگاه کن، باید یک تعادلی وارد زندگیت بشه. خوشنود نیستم از اون چیزی که دارم، خوشنود نیستم. و شیطان هی داره این مسئله رو تشدید میکنه. اون چیزی رو که باید دریافت کنم دریافت نمیکنم، و اینکه هی شیطان در کنار من، در گوش من حرفای بیخود زیاد میزنه، هی حال بد من رو شاید داره تشدید میکنه، یا اینکه وسواس من یا خشم من رو داره بیشتر تشدید میکنه. ببین کارت دیگه ببینیم. و حرف از پیروزی میزنه. پس شما بر شیطان پیروز میشین، آفرین بر شما. پس پیروزی افتاده برای شما دوستان. پیروزی در مقابل چی؟ در مقابل مسئله ای که شاید هی من رو، حال من رو بد داره میکنه، اون ریسمانی که بین من و شخصی هست که نمیتونم پارش کنم، و یا اینکه عدالتی که فهم میکنم در زندگی من وجود نداره. به هر حال همه این چیزا برای من پیروزی افتاده. برای من نه، برای شما، برای همه هم. برای هممون. خب ببینیم که کارت بعدی چی بهمون میگن. و کارت بعدی حرف از دست به اقدام زدن. کاری میخوام انجام بدم، گرایشی دارم، مسئله هست، پروژه هست که حال من رو داره خوب میکنه. پس من موفقیت دارم و شروعی خواهم داشت با انگیزه. مسئله داره توی زندگی من اتفاق میفته که قلب من رو نگاه کنین، این آتشی که در قلب من هست، این رو نوری که در قلب من هست داره چیکار میکنه؟ داره روشن میکنه. بسیار خوب دوستان، موفقیت، شروعی دوباره برای شما افتاده. و برای یک سری از عزیزان نگاه کنین، پشت کارت ها حرف از قدرت میزنه، قدرتمند شدن شما دوستان. بریم ببینیم کارت بعدی چه حرفی بهمون میزنه. اوپ.
دو تا کارت افتاد دوستان. مسئله هستش برای یک سری از شما در مورد یک آقا یا برای شما آقا مسئله که خراب شده. پس شما دارین به فکر این هستش که دست به اقدامی بزنم، خرابه ای رو که در زندگیم شاید به وجود اومده رو باید درست کنم و این داره مسئله برای شما داره پیش میاد. یعنی اینکه من این انرژی رو خواهم داشت و این آتش رو در درون خودم خواهم داشت که به یک موفقیت برسم در مورد مسئله ای که در زندگی من برای یک آقایی یا با یک آقایی نگاه کنین اتفاقی که افتاده، چیزی که شکسته، چیزی که خراب شده با یک آقا براتون افتاده دوستان. خب پس عزیزانی هستن که این گرایش، این انگیزه رو دارن که مسئله رو که خراب شده رو چیکار کنن؟ درست کنن. به سمت این دارین میرین دوستان به هر حال. خب دوستان بریم ببینیم که در مورد تاروت چه حرفی در مورد ابعاد مختلف زندگیمون میزنه. برای یک سریتون دوستان مواظب دعوا با آقایی باشین لطفا، ازتون خواهش میکنم. چه چیزی در سر شما میگذرد؟ در سر شما دوستان حرف از این میزنه که دوست دارین ساخت سازی داشته باشین، همکاری کنین با شخصی، دوست دارین باز هم بتونین به کائنات اعتقاد داشته باشم، بتونم بهشون رو بیارم. این کارت حرف از همکاری میزنه، حرف از ساخت و ساز و بنیادی مستحکم میزنه. دوست دارین دو مرتبه بنیادی مستحکم درست کنین، مخصوصا برای عزیزانی که شاید شکستگی در زندگیشون به وجود اومده. در زندگی احساسی شما دوستان عزیزان چه میگذرد؟ در زندگی احساسی شما عزیزی هستین نگاه کنین دست به سر گرفتین و نشستین، یعنی اتفاق خاصی نمیفته، چیزی از زندگی احساسی شما کم هست. دوست عزیزی که دارین این فالو نگاه میکنین، شما در حال حاضر انگار خوشنود نیستین و حال من خوب نیست و اینکه هیچی من خوشنود نمیکنه. حتی اگر دست غیبم بیاد یه لگدی به اینا بزنه بخواد تکون بده، شاید حال من اونقدر خوب نشه، چون نمیدونم منتظر چی هستم، در خواب و رویا دارم به سر میبرم، با واقعیت مقداری فاصله گرفتم. خب دوستان ببینیم که در مورد مسائل کاری چه خبر هست. در مورد مسائل کاری داره میگه که در مورد مسائل کاری، حالا این یا رئیس شما هستش یا شخصی که باش کار میکنین که با شما انگار بسیار خشک نشسته و شاید کلام های آنچنان به قولن درستی نسبت به شما نداشته باشه، ولی به طور کلی میگه من در کارم به دنبال یک واقعیتی هستم و اینکه کارم خوب انجام میدم. برای یک سری از شما عزیزان شاید منتظر یک تصمیم دادگاهی هستین، اداری سازمانی هستین. و در مورد مسائل مالی دوستان میگه که در مورد مسائل مالی یک سری از عزیزان هستن که ببینید حالتون خوب نیست، احساس میکنین که پوچین، پول ندارین. وای 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 وای، راستی برای ما شد اول سال، برای شما شد آخر سال، جیبا همه خالیه، سوراخ بزرگی در جیب همه وجود داره. یک سری از عزیزان دست به سر گرفتن و اینکه نمیدونن چه کار کنن در مورد مسائل مالی. به هر حال ترس از این دارن که پول سوراخشون نیاد، مسائل مادی دست تنگ بشن. خب چالش شما دوستان عزیز، چالش شما این هستش که شما قدرتمند باشین، زیبا باشین، جذاب باشین، اعتماد به نفس بگیرین. حالا همه این کارتا رو من بذارم، تعریفاشو بذارم کنار، حرف از این میزنه که حرف از اعتماد به نفس گرفتن میزنه و حرف از این میزنه که باید جذابیتتون رو دو مرتبه به دست بیارین. چه چیزی کمکتون میکنه در این چالش؟ اینکه ببینین دوستان اینقدر سر خودتون رو به درد نیارین، اینقدر مته به خشخاش نذارین، اینقدر یک سری از شما غرور بی خود رو از باید از خودش کنار بذاره و یک سری از شما نباید هی حرف اینو اونو گوش کنیم، خودمون رو باید آروم کنیم. یه شخصی که دست به سر گرفته یا در گوشش یک کلاغ داره صحبت میکنه، اون طرف هم یه شخصی دیگه داره فریاد میکشه، اون بالا پرنده های دیگه هستن و نمیدونه چه کار کنه.
از این حالتی که چیزی که برای شما میگه، از این حالت باید در بیاین. این احساس شکست رو از خودتون دور کنید. خب و به چه سمت و سوی میریمون عزیزان دل؟ به سمت و سوی آقای محترم درویش میریم. آقای محترم درویش داره اینجا به ما میگه که شما میرین دوستان اون بالای کوه میشینین و پایین رو نگاه میکنین. یعنی چی؟ یعنی زندگیم راهی رو که اومدم دارم نگاه میکنم. یک سری از شما عزیزان احتیاج به تفکر دارین و احتیاج به این دارین که ببینین که چه کار میتونین تجزیه تحلیل از زندگیتون کنین و یک سری مسائل دستتون بیاد. برای که اینجا ببینید این کارت هم، این کارتی که در مورد مسائل احساسی هست با کارت درویش تقریبا منو به یک حالت برای من دارن. حالا درویش عمیق‌تر هست، فکری که من میکنم عمیق‌تر هست، گذشتم و دارم نگاه میکنم، در حالی که این کارت من میدونم چیز از زندگیم کم هست و در افکار خودم هستم و در رویاهای خودم هستم و منتظر هستم که دست غیب بیاد کمکم میکنه. خب حوصله‌ام سر رفته. خب دوستان بریم ببینیم که خلاصه فال شما چی بود. پس شیطان افتاده برای یک سری از شما عزیزان، ممکنه که دچار خشم باشم، ناراحتی باشم، یا اینکه یک ریسمانی بین من و شخصی وجود داره که نمیتونم اون رو قطع کنم، به طرف شخصی بسیار گرایش دارم و اون چیزی رو که تعادلی که باید در زندگیم شیطان از بین برده. حالا این وابستگی من به شخصی هست، اعتیاد عاطفی که من به شخصی دارم یا اعتیاد به چیزی دیگه هم ممکنه باشه دوستان. به طور کلی بر روی هر مسئله برای شما دوستان موفقیت افتاده و شروعی افتاده. دوست دارین شروعی داشته باشین با انگیزه. و اینکه برای یک سری از شما دوستان یک خرابی با یک آقا افتاده یا اینکه برای یک آقا افتاده، در کنار این شروع دوباره هستش دوستان. پس شروع نازنینی میخواین داشته باشین، امید و آرزو دارین و انگیزه دارین، ولی بدونی که کار ما آسونی نیست. شما باید یک خرابه رو درست کنیم. وقتی باید یک خرابه رو درست کنیم، بنابراین آسان نیست. اولین خرابه‌ای که باید درست کنیم این آقایی که اینجاست، شما هستین یا شخص دیگه اینجا نشسته. دوستان در مورد زندگی چه چیزی در سر شما هست، فکر به یک ساخت و ساز دارین میکنین، ساختن یک بنا، یا اینکه به فکر همکاری هستین با شخصی، اشخاصی، به هر حال عزیزانی هستن که به فکر این هستن که به فکر اشخاصی یا اشخاصی هستن، به فکر کار مشترک با اشخاصی هستن، به فکر ساخت و ساز هستن. حالا من هی تکرار کنم و اینکه در مورد مسائل احساسیمون یک چیزی از زندگیمون کم هست، در رویا دارم به سر میبرم، در حال در زندگی واقعی من نیستم. در مورد مسائل کاری دارم میبینم عزیزانی هستن که فاصله گرفتن از یک سری از احساساتشون، یا شخصی در کنار شما هست که آنچنان با شما رو راست نیست، و یا اینکه خود شما هستین که در مورد مسائل کاریتون منتظر یک تصمیمی هستین، یا اینکه خبره دامنه هستین و همه چیز دستتون هست. در مورد مسائل مالی عزیزانی هستن که ممکنه که در حال حاضر مسائل مالی براشون یه مقدار مشکل دار باشه و اینکه به دنبال شاید راه حلی هستن. چیزی که چالش روز برای شما دوستان این هست که جاذبتون رو به دست بیارین. عزیزان دل باید چالشتون این هستش که اعتماد به نفستون رو دو مرتبه به دست بیارین و اینکه دو مرتبه اون شخص مهربان، اون شخص جذابی که بودین بشین. و چیزی که کمکتون میکنه عزیزان دل این هستش که احساس شکست نکنین عزیزان دل، و اینکه به حرف این اون گوش ندین، به حرف دلتون گوش بدین بیشتر. و به چه سمت و سوی دارم میرم؟ به سمت و سوی یک تفکر عمیق در مورد زندگیم و یک تجزیه تحلیل و آماری از زندگیم بگیرم دوستان. خب عزیزان دل بریم ببینیم فرشتگان عشق چه پیامی دارن برامون میدن عزیزان. خب فرشتگان عشق حرف از باز هم ببینید این کارت من یاد شیطان میندازه و حرف از این میزنه که شما اعتیاد عاطفی دارین به شخص احساسیتون. اعتیاد اصلا خوب نیست. اعتیاد و عشق دو چیز متفاوت هست. من به مسئله اعتیاد دارم ولی عاشق نیستم. عاشق اون هستش که من شخصی رو به خاطر اون چیزی که هست دوست دارم، اگر باشه خوشحالم، نباشه من ناراحت هستم، ولی با عشقش زنده هستم. اون دیگه خیلی درجه آقای درویش باید بشیم برسیم یا بودا بشیم. ولی خب به هر حال این هستش. خیلی از ماها عشق و اعتیاد رو با هم دیگه قاطی میکنیم. نفر اولش خودم هستم. خب دوستان بریم ببینیم که چه خبر هست. در مورد خانم‌ها خیلی عجله دارن امروز.
خب ببینیم خانم‌ها چه چیزی در سرشون در مورد شخص احساسی یا زندگی عاطفیشون می‌گذرد عزیزان دل. ببینیم خانم‌ها چه خبر هست. خانمی هستش آرام و اینکه میگه که من آرام هستم و آرام باقی خواهم ماند و اینکه بریم ببینیم کارت دومش چه هست. کارت بعدی حرف از خانمی میزنه که کنترل میکنه همه چیزو و اینکه میگه که من میخوام که تو اون کاری که من دارم میخواد انجام بدی و من همه چیزو کنترل میکنم و هیچ نمیتونم خودم رو رها کنم. کارت بعدی حرف از خانمی میزنه آفریننده و اینکه میگه که من بر روی خلاقیت هم کار میکنم و اینکه من در حال آفرینش هستم و اینکه بریم ببینیم کارت بعدی چه خبر هست. کارت بعدی حرف از خانمی میزنه که میگه که من میخوام یک قدم به سمت تو بیام و اینکه من میخوام زندگیم رو دستم بگیرم. خب خانما بیشتر از 50 خانما آروم هستن، آفریننده هستن و اینکه میخوان به سمت شخص احساسیشون برن. حالا یه احساس کوچولو موچولوی یواشکی اون پشت هم میخوایم طرفو بگیریم و بکنیمش تو زندان واسه خودمون باشم، اونم کاملا درکتون میکنم. ببینیم آقایون چه خبر هست در زندگی، در سر آقایون در مورد زندگی احساسیشون چی میگه. آقایون امشب گوگلی موگلی باشن تو رو خدا، ازتون خواهش میکنم. ببینیم چه خبر هست. آقای هستش که حالش بد هست و اینکه میگه که در زندگی من یک اتفاق تکان بسیار بزرگی خورده و اینکه من احساسات بسیار قوی دارم. آقای هستش که پس حالش آنچنان خوب نیست، مسئله اتفاق افتاده که حالش خوب نکرده. آقای هست که صبور و اینکه میگه که من بر روی پروژه های مهمم کار میکنم و اینکه منتظر موقعیت خوبی هستم که به سمت تو بیام. آقای هستش که بسیار منطقی هست و اینکه میگه که من به یک چی میگن بهش به یک استحکام احتیاج دارم و عشق بعد از اون میاد و اینکه اگرم اتفاق نیفتاد اشکال نداره، حتما حکمتی توش هست. و آقایی هستش که نوستالژی داره و اینکه میگه که من به تو فکر میکنم و دیدار من و تو و همیشه به دیدارمون فکر میکنم. آقایی هستش که به شخص احساسیش بسیار فکر میکنه. پس آقایون اتفاقی ممکنه برای یک سری از آقایون در زندگیشون افتاده باشه و اینکه سعی میکنن منطقی با مسائل رفتار کنن. من فکر میکنم که مسائل با مسائل دارن منطقی در مورد مسائل احساسیشون اتفاق افتاده و دارن خودشون رو آروم میکنن با منطقی فکر کردن و صبور هستن و اینکه با همه این احوال به یاد شخص احساسیشون هستن. خب دوستان بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی هستن چه خبر هست در ذهن و سر شخص احساسیشون چه میگذرد. دوستان بهتون میگه که یک نواختی دشمن همه رابطه هاست. بعدیش بهتون میگه که یاد بگیر بهتر بوش بدی به مسائل. کارت بعدی داره بهتون میگه که به صداقت من رو باور داشته باش. البته که دوست دارم که بیشتر در دسترس باشم برای تو. و دوستان بریم ببینیم که چه خبر هست در مورد فرشتگان مقربمون و عزیزان فرشتگان مقربمون چه پیامی برای ما دارن. بهتون میگه که ساعت‌های آینه رو جفت رو ببینین
آیا تو ساعت‌های جفت رو نگاه کردی؟ این یعنی اینکه من توجه تو رو به این سمت میکشم و اینکه میخوام بهت بفهمونم که من به تو فکر میکنم و اون چیزی رو که تو داری بهش فکر میکنی رو من باهاش موافق هستم. من موافق هستم همچنین که تو اون چیزی رو که دلت میخواد در زندگیت بیان کنی. بنابراین به این وسیله من به تو دارم میگم ادامه بده که راه تو راه خوبی هست. بسیار عالی دوستان. و اما ببینیم که عزیزان از دست رفته چه خبر هست. و عزیزان از دست رفته دوستان حرف از این میزنن که دوره عزا. هممون میگه که دوتامون در یک دوره عزا هستیم. ولی بدون که من با تو هستم و من و تو با هم تبادلاتی داریم. هر کدوممون به نوبت یک انرژی به سمت هم دیگه میفرستیم. من و تو با هم دیگه این دوره سخت و پشت سر میگذاریم. دعاهای تو، افکار تو برای من بسیار خوب هستن و حال منو خوب میکنن. پس این برای عزیزی هست که تازه فوت شده. دوستان این فال شما بود. روز و روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار همگان.